این بود که پرسیدم که شما، چون واقعا تعجب کرده بودم که چرا دنبال من آمدن. آیا یک برنامه هایی دارید که می خواهید به دست من بدهید که من برایتان اجرا بکنم، یا اینکه می خواهید من برای شما برنامه هایی تهیه بکنم؟ البته او خیلی خوب فهمید من دارم از او چه سوال می کنم. چون پیش خود گفتم شاید اینها یک برنامه هایی دارند که دنبال یک آدم جاه طلبی می گردند که بیاید این کارها را بکند و بعدش هم بیاندازنش دور. گفت نه، ما می خواهیم که شما برای ما برنامه انجام بدهید. خب از او تشکر کردم و گفتم خب حالا من یک سوال دومی هم دارم و آن هم این است که من برنامه ها را می آورم و در اختیار شما می گذارم. ولی شرط موفقیتش این است که هر کسی را توی این دستگاه خواستم از سر کار بردارم و هر کسی را هم خواستم به جایش بگذارم و اگر این امکانات را نداشته باشم نمی توانم کار بکنم. و الان هم هیچ کس خبر ندارد که شما به من یک همچنین افتخاری را دارید می دهید. بنابراین بی سر صدا برمیگردم میروم شرکت نفت سر کارم و پستم هم یک توریست اگر دیر از وقت بروم جریان به هم میخورد. خاطرم است که این شوخی را هم با او کردم و بی سر صدا میرویم کنار. ولی این خیلی برای ما اساسی است. گفت نه، شما کاملا اختیار دارید. چه شرط دیگری دارید؟ گفتم من از شما هیچ شرط دیگری نمیخواهم، فقط همین بود، این دو شرط. روایت کننده آقای دکتر علی نقی عالی‌خانی، تاریخ مصاحبه 9 اکتبر 1984، محل مصاحبه لندن انگلیس، مصاحبه کننده حبیب لاجوردی، نوار شماره 3. بعد گفت پس بعد از ظهر ساعت فلان باید بیایید که برویم شرفیاب بشویم و معرفیتان بکنم با هیئت وزیران تازه و ژاکت باید بپوشید. من گفتم اصلا ژاکت ندارم. این بود که دکتر علی نقی کنی را صدا کردن تو و قد و قوارش را نگاه کردن و گفت که اگر قد و قوارش قدری کوتاه به نظر می آید به نسبت شما، ولی فکر می کنم ژاکتش به شما بخورد. خلاصه من با یک ژاکتی که یک کمی شلوارش نامناسب بود و کوتاه بود ولی خب روی هم رفته جور در می آمد که متعلق به آقای علی نقی کنی بود، آن روز بعد از ظهر به همراه چند وزیر تازه‌ای که آقای جهانگیر تفضلی بود و آقای معینیان به عنوان وزیر راه و آقای باهری به عنوان وزیر دادگستری، وزیر تازه دیگری خاطرم نمی آید و بعد هم البته معاونان نخست وزیر که رسول پرویزی و فکر می کنم علی نقی کمی در همان موقع معرفی شده بود، اینها بودیم. به این ترتیب بعد از ظهر آن روز من با همان پژو خودم به نخست وزیری رفتم و وقتی هم که دور هم جمع شدیم به کاخ اختصاصی اعلی حضرت که در روبروی نخست وزیری آن سوی خیابان بود رفتیم و اعلی حضرت آمد و با همه دست دادند و بعد هم نشستند و مقدار زیادی صحبت‌های کردند که بعضی‌هایش هم مربوط به وزارت اقتصاد می‌شد و من هم اصلا وارد نبودم که اشاره به چیست، ولی خب یادداشت می‌کردم که بعد بدانم. این است که هیچ گونه آمادگی نداشتم واقعا از نظر اینکه یک همچنین پستی را به من میخواهند بدهند. تنها چیزی که باعث شده بود که کاملا مسئله را با خونسردی تلقی بکنم این است که این 6 سالی که به ایران آمده بودم من خیلی سخت کار کرده بودم و برنامه فوق‌العاده‌ای داشتم. من بدون استثنا همیشه روزی 10 تا 12 ساعت کار می کردم، همیشه و حتی جمعه ها تا ظهر. این بود که هیچ گونه ناراحتی حجم کار در میان نبود و در ضمن
این کاری که در اتاق بازرگانی شروع کرده بودم، ناگهان من دیدم که اگر هم اینها میخواستن من را برای این کار آماده بکنند، از این بهتر نمیتوانست اتفاق بیفتد که البته هیچ ارتباطی با آنها نداشت. به این ترتیب من از آن روزی که فکر میکنم آخر بهمن بود، 29 بهمن یا 30 بهمن بود، شدم وزیر اقتصاد و از روز بعدش هم رفتم و شروع کردم به کار در دولت اعلم. سوال اینجا دو تا سوال پیش می آید که فکر کنم برای خودتان هم آن موقع مطرح بود. اولا این فکر ادغام دو وزارتخانه از کجا آمده بود و چه کسی پیشنهاد کرده بود؟ فکر چه کسی بود؟ دوما اینکه اسم شما از کجا در آمده بود؟ جواب سوال اول جوابش این است که این دو وزیر با هم هیچ نمی ساختن و مرتب هم با هم دعوا داشتن، چه در جلسات هیئت وزیران و چه در جلسات شورای اقتصاد در حضور اعلی حضرت و چه در شورای دیگری که بودن. اینها با هم مرتب برخورد می کردن و کاملا تعارض کار نشان داده شده بود که ایران در شرایطی نبود که بازرگانیش مستقل از مسائل صنعتیش قابل برنامه‌ریزی باشد. و همین دلیل هم به عقیده من آدم‌های بسیار فهمیده‌ای قبلا سر کار آمده بودند و متأسفانه موفقیت نداشتند. من یک نفر را البته در این مورد می‌توانم بگویم، ولی تعداد حتما تعداد بیشتری بودند. ولی جهانگیر آموزگار که وزیر بازرگانی شد به عقیده من دست کم به عنوان یک اقتصاددان آدم بسیار فهمیده‌ای است، ولی کارش در وزارت بازرگانی به هیچ وجه چشمگیر نبود و شاید یکی از دلایلش این است که دست بسته‌ای داشت، چون شما نمیتوانید این مسائل را هم در یک کشور در حال رشد شبیه ایران دور بکنید. حالا البته اگر خیلی پیشرفت کردید ممکن است این دو وزارتخانه را تبدیل به 20 وزارتخانه بکنید، اما در آن شرایط ما نمیتوانستیم این کار را بکنیم. اینها همش به هم مربوط می شد و این را اینها کاملا حس کرده بودند. این برخورد خیلی زیاد و این نیاز به این که اینها یکی بشوند. مثلا فرض بکنید وزیر صنایع می گفت که این صنایع باید حمایت بشود، ولی مقررات صادرات و واردات و حمایت را باید وزارت بازرگانی می کرد. وزارت بازرگانی اگر موافق نبود حمایت نمی کرد، یا به فرض این هم که موافق بود هیچ نوع سازمانی وجود نداشت که در داخلش اینها بتوانند دو جنبه همون موضوع را حس بکنند که یک طرفش سیاست بازرگانی و یک طرفش سیاست رشد صنعتی باشد. حالا به این صورتی که من دارم میگویم اینها تجزیه و تحلیل نمی کردن، ولی در عمل همین را حس می کردن. سوال اینها کی هستند؟ یعنی آقای علم این را سه نقطه. جواب کسانی که مسئول بودند، حالا بانک مرکزی، سازمان برنامه، دولت، در هر جا که این را کاملا حس کرده بودند. این قسمت اولش بود که فکر می‌کردند این برخوردها لازمش این است که اینها اگر یکی بشود این برخوردها نخواهد بود و شاید بشود بهتر کار کرد. سوال شخص به خصوصی نبود؟ جواب شخص به خصوصی نبود. به احتمال بسیار قول آدم‌هایی که جنبه حرفه‌ای بیشتری داشتن، مثل مقام‌های سازمان برنامه یا بانک مرکزی، شاید خیلی بیشتر متوجه این موضوع شده بودند. ولی خود علم و وزیر دارایی و غیره هم فهمیده بودند که اینطوری این کار پیش نمی‌رود. و به خصوص که خب پیش از آن هم سابقه بوده که این دو وزارتخانه یکی بودند و از هم جدا شدند و غیره. این است که بی سابقه هم نبود کار. این است که به فکر افتاده بودند که باید یکی بشوند. ولی چرا این دو نفر را برکنار کردند؟ این دو نفر هر دو یک آدم‌های سبک‌مغز و بی‌کفایتی هستند. من این حرف را البته هیچ وقت به این صورت نزدم،
ولی در این مورد به خصوص باید نوع قضاوت خودم را درباره این دو نفر بگویم. درباره جهانشاهی روی سبک مغزی و اصلاً کوچکیش هیچ تردیدی ندارم، ولی بیشتر از این هیچ حرف دیگری ندارم که بزنم. اما در مورد طاهر ضیایی باید بگویم که متاسفانه نه فقط به نظر من آدم احمقی بود و هست، بلکه آدم فاسد و دزدی هست و هیچ شایستگی این که یک چنین مقامی را داشته باشد نداشت. و گویا اعلیحضرت هم یک مقدار متوجه نوع کارهای اینها بود و میخواست هر دوتای آنها را برکنار کند. اما چرا دنبال من آمدن؟ مدتی بود که پیش از جریان شش بهمن و وقتی که میخواستن این رفرم ها را بکنن به فکر این افتاده بودند که میبایست ما به دنبال جوانها و خون تازه و غیره بگردیم. بنابراین دنبال جوانها میگشتن. این یک مقدار حوزه کار را محدودتر میکرد. باقیش را من نمیدانم. حدسی هم که میزنم ممکن است که صحت نداشته باشد. فکر میکنم این که یک نفری مثلا یک شرایطی داشته باشد که ملی بوده و احساسات ناسیونالیستی شدیدی داشته و بعد هم آمریکا درس نخوانده. یک نفر خارج از آن گروهی که اصل 4 به سازمان اداری ایران داده بود و بالا آمده بودند، یک نفر را بیاورند که کاملا نشان بدن این با وضع رفرم ارزی و غیره میخورد. این بود که به دنبال یک آدمی با این مشخصات بودند و اسم من به میان آمده بود و تصور هم میکنم که از تفضلی پرسیده بودند که توی شاگردهایی که در فرانسه میشناخته به عنوان سرپرست دانشجویان کی را میشناخته که مثلا این شرایط را داشته باشد، و او اسم مرا برده بود. برای اینکه زمان خود او بود که من تحصیلاتم را تمام کردم و ایران که آمده بود با هم گاهی وقتی تماس داشتیم و خانهش می رفتم، شام می خوردم، ولی خیلی کم، یعنی سالی دوبار و در همین حد. این بود که من را انتخاب کردن. سوال: شما آن وقت که سر کار رفتید روز اولش یادتان هست که چطوری بود؟ جواب: هیچ وقت یادم نخواهد رفت. سوال: همیشه این مسئله برایم مطرح بود که خب یک کسی که برای اولین بار سر یک کار بزرگی می رود اصلا از کجا شروع می کند؟ جواب: شروع کردنش را هم برای شما از مسخره ترین چیزها می گویم. یکی دو هفته پیش از این که من وزیر بشوم در جایی نشسته بودم و صحبت می کردیم و یک نفری که معاون پیشین وزارت بازرگانی بود و آدم خوشمزه هم بود داشت صحبت می کرد که وقتی آدم وزیر می شود چطوری باید سر کار برود. به من گفت که آقا، من می خواهم چیزهایی را به تو یاد بدهم که اگر یک روزی وزیر شدی بدانی. گفتم: چرا حالا دنبال من می گردی؟ گفت: تو یکی از این روزها وزیر خواهی شد. البته هیچ اطلاعی نداشت، این را مطمئن هستم، ولی این حرف را زد. البته بعد هم بابت این حرفی که زده بود آمد از من کار خواست و به او ندادم، ولی آن امریست جداگانه. گفت: آقا، وقتی که وزیر می شوی باید تلفن بکنی و به رئیس دفتر وزارتخانه و به او بگویی که ماشین مرا بفرستید بیاید منزل و مرا ببرد. گفت: هیچ وقت با ماشین خودت بلند نشو برو وزارتخانه، خیلی از ابهت میافتی از همان روز اول. حالا این را به عنوان شوخی گفته بود و من همان شب که آمدم منزل دیگر امکان رفتن وزارتخانه در کار نبود، با همان پژو خودم آمده بودم. نوکرم هم که در ضمن تصدیق رانندگی گرفته بود نقش راننده را برای من بازی می کرد که من بتوانم آن جلو پیاده بشوم و بروم تو و باقیش هم خودم نشستم پشت رول. فردای آن روز عیناً این توصیه‌ای که به من شده بود انجام دادم.
البته صبر کردم که مثلا حدود ساعت 8:30 یا 9 بشود، چون جمع شده باشم ملت و بعد هم بروم و بعد به دکتر فیروزیان که رئیس دفتر بازرگانی بود و من هم از زمان دانشجویی در فرانسه می شناختمش به او تلفن کردم. علتی را هم که به او تلفن کردم این است که رئیس دفتر وزارت صنایع را اصلا نمی دانستم کیست و عین همان جمله ای را که چند هفته پیش یاد گرفته بودم تکرار کردم و او هم البته با کمال احترام قول داد که ماشین را بفرستد و فرستادند. سوال: حالا این روز اول است؟ جواب: بله روز اول است و من سوار ماشین شدم و به وزارت بازرگانی رفتم که البته هیچ وقت هم با این وزارتخانه روبرو نشده بودم که دیدم اصلا یک موج آدمی که همینطور می آیند و می روند و فلان و بعد هم حالا وزیر تازه آمده می خواهند نگاهش بکنند و غیره. و وقتی که آنجا رفتم، سه نقطه. سوال: وزارت بازرگانی کجا بود؟ جواب: وزارت بازرگانی درست روبروی وزارت دادگستری بود که بال غربی ساختمان‌های وزارت دارایی می‌شد که اینجا را زرقام برای گمرک یک مقداریش را گرفته بود و بعد هم گمرک و وزارت بازرگانی که یکی شده بود، همه این دستگاه‌ها آنجا بود. قسمت عمده‌اش گمرک بود و یک مقدارش هم بازرگانی بود. سوال: آنجایی که وزارت اقتصاد بود یادم هست؟ جواب: نه، آن طرف آخر وزارت اقتصاد همیشه بود، ولی وزارت صنایع در جنوب وزارت دادگستری و روبروی ارگ در واقع می شد و شمال آن مسجد ارگ و اینها، این دو ساختمانی بود که مال وزارتخانه بود. آنجا رفتم. سوال: دربان می شناخت؟ متوجه شد که وزیر آمده است؟ آن دربان را من به خاطر این کارهایی که این چند سال روی مسائل اقتصادی که کار داشتم خیلی خوب می شناختمش و او هم مثل بچه با من رفتار می کرد و هیچ وقت هم مرا جدی به عنوان وزیر نگرفت آخر هم، و خیلی هم لذت می برد که من هستم. شخصی بود به نام سید هاشم خان که خیلی هم دوستش داشتم، با خیلی از آنها آشنا بودم. اصلا معاونان وزارتخانه و غیره را به خاطر کارهای اتاق بازرگانی و غیره همهشان را خیلی خوب می شناختم و به همین دلیل هم می دانستم اینها را باید عوضشان بکنم. این بود که وقتی رفتم آنجا از فیروزیان، با اینکه در فرانسه دوست من بود، با یک انضباط و دیسیپلینی رفتار کرد که انگار من یک 30 سال سنم از او بیشتر است و می بایستم وزیر شده باشم و هیچ گونه این آدم از خودش ناراحتی نشان نداد و واقعا یک بزرگواری غیرعادی از خودش نشان داد. از او خواهش کردم که از مدیر کل و رؤسای ادارات و از معاونان وزارتخانه خواهش بکند که همهشان جمع بشوند که من با آنها آشنا بشوم. و اینا همهشان توی سالن آنجا جمع شدند و من هم در حدود 30-40 نفر بودند. با آنها صحبت کردم. البته خیلی از آنها را نمی شناختم. سازمان های مختلفی هم بود، چون وزارت بازرگانی بود، گمرک بود، سازمان کشتیرانی بود، شرکت فرش، شرکت معاملات خارجی. خلاصه یک تعدادی از آنها بودند که اینها همهشان جمع شدند. سوال: هر دو وزارتخانه آمدند؟ یا فعلا اینها بازرگانی هستند؟ جواب: نه، فقط بازرگانی، چون به آنها سپرده بودم که نیایند، چون میدانستم که خیلی شلوغ می شود. و در حدود 1 ربع و 20 دقیقه هم برای اینها صحبت کردم که تقریبا همان حرفها را هم در وزارت صنایع سابق تکرار کردم. حرفهایی هم که زدم عیناً حرفهایی بود که مدت‌ها بود آرزو داشتم که اگر از من بپرسن
فکر نمی کردم خودم مسئول می شوم چون توی برنامه هم نبود، ولی آرزو داشتم که اگر آدم بخواهد کار بکند باید به این صورت این کارها را انجام بدهد. حالا غلط یا صحیح، این نوع فکر من بود و بنابراین آن چیزی که ممکن بود سیاست کار باشد این را شروع کردم برای اینا گفتم. نمیدانم تا چه اندازش را فهمیدن یا نفهمیدن، ولی بعدن بعضی از رفقای من که یعنی کسانی که بعدن همکار و رفقای خیلی خوب من شدن مثلا مهندس نیازمند به من گفتن که از آن روز قطعا تصمیم گرفتن که با تمام قوا با من کار بکنن، برای اینکه برای اولین بار دیدند که یک وزیری یک حرفهایی میزند که با بقیه فرق دارد. گفتم خب حالا حرف بقیه چه بود؟ میگفتن قاعدتا اینها میامدن میگفتن که شما باید بدانید که من عادت دارم که خیلی با انضباط باشم و سر وقت بیایم و فلان، و تو اصلا این صحبتها را نکردی و هیچ هم وارد بحث شلاق زدن به کسی نشدی، در حالی که قصد شلاق زدن هم داشتم اما وارد این بحث ها نشدی، ولی گفتی که من سیاستم این است. می گفت من تمام آن روز با یک عده از رفقایم شروع کردیم بحث کردن که خب این حرف ها را چه شکلی می شود اجرا کرد، و دیدیم تو ما را منحرفمان کردی از آن جهتی که تا آن موقع عادت داشتیم با کسانی که سر کار بودند با آنها برخورد داشته باشیم. برایشان این صحبت ها را کردم و بعد از آن هم یک چند ساعتی در وزارت بازرگانی ناچار بودم بنشینم چون کار زیادی آنجا داشتم. علتش هم این است که اول اسفند بود و مقررات صادرات و واردات باید برای پایان اسفند تعیین می شد و من از راه وزارت بازرگانی خبر داشتم که کارهایی که اینها دارن می کنن اصلا ارتباط به آن چیزهایی که من اعتقاد دارم باید انجام بشود اینها نیست، و این بود که معاونان وزارت خانه‌ای که آمدند یکی از آنها آدم اولا بیکفایتی بود به نام شیبانی. آدم خوبی بود ولی آدم بسیار بیکفایتی بود. به شوخی و جدی گفت که رسم است که ما استعفا می دهیم و امیدوارم به شما بر نخورد. حالا مایلید استعفا بدهیم یا نه؟ گفتم نه، شما حتما استعفایتان را بدهید، و خیلی جا خورد. ولی خب استعفایش را گرفتم. بعد یک نفر دیگری بود به نام هیئت که آدم با شخصیتی بود. بعد هم با همدیگر خیلی دوست شدیم. وقتی دید جریان این است خودش آمد و گفت که من آمدم از شما خداحافظی بکنم و فکر میکنم که شما ترجیح میدهید که یک گروه تازه اینجا بیایند کار بکنن. گفتم همینطور است. او خودش گذاشت رفت. خیلی خوشحال شدم که اینطوری چیز کرده است. من هم با آن صحبتی که با علم کرده بودم خیلی راحت این کارها را کردم. البته نمیدانستم بعداً وزرای دیگر خیلی با احتیاط این کارها را میکنن. قبلاً باید بروند و 80 تا اجازه بگیرند، ولی خب باز روز اولم بود و وارد هم نبودم و لور هم بودم. این است که راحت این کارها را انجام دادم. بعد هم که دیدم که فیروزیان نگران آمده که آقا این آقای هیئت تنها کسی بود توی این دستگاه که میتوانست مقررات صادرات و واردات یا به اصطلاح عامیانه سهمیه چیست و این تمام مطالعات خودش را همراه خودش برد. گفتم خاک بر سر آن وزارتخانه‌ای که یک نفر بتواند تمام دانش وزارتخانه را توی کیفش بگذارد و ببرد. بنابراین ارزش ندارد آن کار. من آن را نمی‌خواهم و احتیاجی هم ندارم و کار خودم را وقت دارم انجام خواهم داد.
و به این ترتیب همان روز اول این دو نفر رفتن. و البته می دانستم که چه کسانی را هم می خواهم سر جایشان بگذارم. این را از شب قبلش فکر کرده بودم، ولی به هر حال آن را گذاشتم. حالا با همان کسانی که آنجا داشتم، حالا به هر صورتی که هست کارهایشان را انجام بدهم. خب چند نفر از رفقای من که توی شورای اقتصاد بودند و پس از انحلال شورای اقتصاد در زمان دکتر امینی یک عدهشان به وزارت بازرگانی و گروه دیگری به وزارت صنایع منتقل شده بودند، خوب اینها را می شناختم و از آنها خواهش کردم که این کارهای موجود را انجام بدهند. البته یک چیزی که اضافه بر این شده بود، یک کنفرانس اقتصادی هم می‌خواستند در هفتم اسفند در تهران شروع بکنند. اگر اشتباه نکنم هفت اسفند بود و من می‌باید این کار را هم می‌کردم. اصلاً هیچ نمی‌دانستم موضوع چه بود. آن را هم می‌بایست انجام می‌دادم. بنابراین تجدید سازمان دو وزارتخانه، آوردن آدم ها، ترتیب سهمیه، رکود اقتصادی خیلی شدیدی که توی مملکت وجود داشت و شاه در اولین صحبتش به شدت خواست که باید با این مبارزه بشود و باید بیکاری از بین برود، کارخانه ها به کار بیفتن، همه اینها بود. ولی آن وقت این مشکلات را هم داشتم که باید کنفرانس اقتصادی تشکیل بدهیم، سهمیه را سر موقع آماده بکنیم و غیره. به هر حال این روز اول و چند ساعت اولم در وزارت بازرگانی بود و یک کارهایی برای همان کنفرانس اقتصادی انجام دادم. پشت سرش نزدیک ظهر رفتم به وزارت صنایع و در آنجا هم باز هم همان جریان تکرار شد و من همان حرفها را از نو زدم که گفتم بعداً به من آنهایی که با من خیلی دوست شدن گفتن این روی آنها خیلی اثر گذاشته بود، چون مسئله سیاست مطرح بود و غیره. پس از آن البته من به خاطر کار مقررات صادرات و واردات و به خاطر کار کنفرانس اقتصادی ترجیح دادم که در هفته های اول حتما در ساختمان وزارت بازرگانی باشم، ولی بعدش بروم به ساختمان اتاق صنایع. و اتفاقا خیلی هم برایم جالب است، برای اینکه یک دفعه هم اعلیحضرت از من پرسیدند که شما توی کدام ساختمان هستید؟ گفتم الان بیشتر اینجا هستم، به خاطر این گرفتاری کار و اینها کمتر در طرف وزارت صنایع میروم. گفتن آره، ولی ما با اهمیتی که به صنایع میدهیم خوب نیست که شما زیاد در آن ساختمان وزارت بازرگانی بمانید. البته اطاعت کردم و دیدم بسیار حرف درستی هم زدن. یعنی یک چیزهایی توی نظر مردم مهم است و برای من خیلی جالب بود. یعنی این دقت و باریکبینی شاه حالا از هر کی هم شنیده بود، ولی یک قضاوت خیلی صحیح کرده بود. ولی خب ایشان هم قبول کردند که من نوع کارهایی که دارم طوری است که باید یک کمی بیشتر و آن هم البته بعد از آن دیگر به طور دائم در ساختمان وزارت صنایع ماندم. ولی خب اینها لازمه اش یک گروه کار موقتی خوب و فداکار بود و مقدار هنگفت هم کار احتیاج داشت. من ناچار شدم خودم یک برنامه انجام بدم که البته دیگر هیچ وقت توی عمرم این کار را نکردم. ولی آن وقت ناچار بودم، چون اصولا آدمی هستم که احتیاج به 8 ساعت خواب دارم. ولی من درست هر روز برای یک ماه ساعت 6 صبح پشت میز بودم. سر ساعت 6 صبح پشت میز بودم و درست ساعت 2 بعد از نیمه شب برمیگشتم میرفتم منزل. یعنی من یک ماه فقط هر روز 3 ساعت خوابیدم و خیلی از قرارهای ملاقاتی که با من داشتن یک بعد از نیمه شب میدادم، چون وقت نداشتم.
از طرف دیگر هم میخواستم اینها را ببینم، یعنی صاحبان صنایع و بازرگانان را میخواستم ببینم. و آنها حالا روی حسابهای خودشان مایل بودند با من تماس بگیرند و خیلی هم خوشحال بودند، چون فکر میکردند مرا از قبل میشناسند، بنابراین راحت تر حرف میزنند. حالا بعضیشان خوشحالیشان ماند و بعضی ها نماند، اما برای من مهم بود که حالا بیاین از این ور میز دو مرتبه ببینم دارن چه میگویند، که اثر میگذاشت روی نحوه تنظیم مقررات صادرات و واردات. ولی به هر حال آنها هم بیچاره ها حاضر بودند که بیاین، حالا هر چقدر هم برایشان دیر وقت است و کار سختی بود، یا صبح خیلی زود برایشان کار سختی بود، اما من هم چاره‌ای نداشتم و این ریتم کار ماه اول من بود. بعدن هم ناچار بودم خیلی زیاد کار بکنم، ولی هیچ وقت این حالت غیر انسانی رو نداشتم، چون اصلا آدمی که روزی 3 ساعت بخوابم نیستم. بعدش البته این عده‌ای که از دوستان خودم بودن، همون کسانی که توی شورای اقتصاد بودند و هر کدام با آن مقداری که نیرو داشتن واقعا فعالیت می‌کردند، هیچ کدامشان هم، یعنی هیچ کدامشان نه، ولی بسیاری از آنها هم آدم‌هایی که بعداً بتوانند برای من کار خیلی مثبت و اساسی انجام بدهند شاید نبودند، ولی همه‌شان دست‌ها را بالا زده بودند و مزایقه‌ای نداشتند، یعنی همون کسانی که از دوستان آن دوره ایمان بودن. سوال: چه کسانی بودن؟ جواب: مثلا جمشید بهنام، محمد علی مولوی تهرانی که بعد شد مدیر کل بازرگانی خارجی و معاون بازرگانی، کسانی که بعدن دیگر شاید اسمشان را هم نشنیدید ولی از شورای اقتصاد آمده بودند، مثل آن دکتر توسی، یک جوانی که یک تصادف خیلی بدی کرد و 2 سال بعدش فوت شد، به نام جهانگیر هاشمی، برادر قاسم هاشمی، عضو اتاق بازرگانی که قاعدتا شما باید او را بشناسید، و چند نفر از اینها. و این جوانان این مدت با تمام قوا پشت سر تمام این کارها بودند و یک نفر از اینها از من سوال نکرد که به ما چه خواهی داد و چه نخواهی داد. سوال: سمتی نداشتن؟ جواب: سمتی نداشتن و به آنها هم سمتی ندادم، یعنی سمتی ندادم برای اینکه با آنها رک و راست گفتم که من شما را برای آینده‌ام برای اینطور کارها در نظر میگیرم، که مثلا عبارت باشید از این که بشوید مشاور و برای من فلان کار را انجام بدهید. یک آدمی مثل جمشید بهنام را خیلی برایش احترام قائل هستم، ولی هیچ وقت کار مدیریت به او نمیتوانستم بدهم، چون اینها را خیلی خوب میشناختم. برعکس مثلا تهرانی را آن وقتها دیده بودم و می دانستم این آدمی است که برای مقررات صادرات و واردات اگر من فکر خودم را به او بدهم، این می تواند برای من یک بازتاب خوبی داشته باشد و بیاید به من بگوید که حالا او چه فکر می کند. بنابراین او باید برود توی یک نوع کار اجرایی. یا دکتر مولوی را مصمم بودم که باید بگذارمش در شرکت معاملات خارجی وقتی که آبها از آسیاب افتاد و شروع به کار کردم، برای اینکه توی وزارت بازرگانی سابقه داشت و مدتی معاون بود و با تمام این اشخاص آشنا بود و در آن شرایط معاملات خارجی آن آدمهایی را هم که میخواستم عوض بکنم توی آنها از همه بهتر همین بود. بنابراین از بعضی از آنها در آینده به عنوان مشاور میخواستم استفاده بکنم و از یکی دوتای آنها هم برای کارهای اجرایی.
ولی کسانی را که مستقیم میخواستم بیاورم سر کار عبارت بودند از دکتر احمد زیایی و دکتر غلامرضا کیانپور که یکی از اینها را برای بازرگانی در نظر گرفته بودم. زیایی و دیگری را کیانپور برای کارهای اداری و گمرک. در وزارت صنایع سابق که دو معاون داشت، دکتر امیر علی شیبانی و دکتر زهبی، تصمیم گرفتم که هیچ گونه تغییری ندهم. چون آشنایی زیادی به کار در وزارت صنایع نداشتم و به هیچ وجه نمی‌دانستم که چگونه باید با آنها روبرو بشوم. در حالی که در قسمت وزارت بازرگانی تماس‌های سالیان دراز و به خصوص تماس اتاق بازرگانی من طوری بود که خوب متوجه بودم که احیاناً چه کسانی را میباید عوض کرد. البته مسئله دیگر هم تجدید سازمان در شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد بود که آن هم برایش برنامه‌هایی داشتم و تصمیم گرفتم که به چه نحوی تدریجاً این را اجرا بکنم و آدم‌های جدید را سر کار بیاورم.